تصمیم کشورهای گروه لیما برای تحریم مادورو. تجمع غارت شدگان کاسپیان در کرمانشاه و ایلام. پترولیوم اکونومیست، تهدید خطر ورشکستگی صنایع نفت ایران. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. کشورهای گروه لیما متشکل از 13 کشور آمریکای جنوبی و کانادا تصمیم گرفتند تا با اعمال تحریم‌ها دولت نیکولاس مادورو را تحت فشار قرار دهند. آنها در نشست خود در اتاوا پایتخت کانادا همچنین تصمیم گرفتند تا دسترسی دولت مادورو به منابع مالی آن کشور در خارج از مرزهای ونزوئلا را قطع کنند و از ارتش خواستند از خوان گوایدو حمایت کند. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان در کرمانشاه و ایلام صبح امروز در مقابل این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کردند. اطلاعات بدنام آخوندی 4 تن از معلمان دیواندره در استان کردستان را احضار و مورد بازجویی قرار داده است. گفته می شود این 4 معلم که سهیلا سعیدی، حمید آریانا، اسعد اولیایی و عطا اسفندیاری نام دارند، به بهانه شرکت در تحصن سراسری فرهنگیان احضار شدند. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی، داغ دل خود را از ضربات مجاهدین تازه کرد و گفت اگر هر کشور دیگری به جای ما بود، با آن بلایی که مجاهدین سر ما آوردند و تعداد زیادی از رهبران کشور را به شهادت رساندند، حتما سقوط می کرد. وی که با خبرگزاری حکومتی ایلنا مصاحبه می کرد، ضمن ابراز نگرانی از قیام مردم افسود، وقتی فساد سیستماتیک و شبکه‌ای وجود دارد که همچون موریانه دارد پایه‌های نظام را می خورد، چه حاجت به توطئه خارجی است؟ وزارت خارجه رژیم آخوندی طی بیانیه‌ای نسبت به محکومیت برنامه موشکی، تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا سوز و گداز کرد و مدعی شد طرح اتهامات بی‌پایه‌ای همچون طراحی و یا اقدام تروریستی در اروپا از ابتدا بی اساس و تعجب برانگیز بود. ابراز نگرانی اروپایی‌ها در شرایطی که گروه‌های تروریستی و جنایتکار شناخته شده و دارای شناسنامه برای جهانیان در اروپا آزادانه فعالیت می‌کنند در راستای اهداف معاندی نیست که خواهان تیرگی روابط ایران با اروپا هستند. نشریه اقتصادی پترولیوم اکونومیست امروز نوشت صنایع نفت ایران با توجه به کاهش صادرات نفت با خطر ورشکستگی روبروست. بخشی از این صنایع دچار رکود شده و بازگرداندن تولید به سطح گذشته با چالش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. تحریم‌های آمریکا باعث شد ده‌ها شرکت خارجی از بازار ایران خارج شوند. یک نهاد سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد کره شمالی برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود را دست نخورده نگه داشته است و در تلاش است تا از این قابلیت‌ها در مقابل هر گونه حمله نظامی محافظت کند. این گزارش از سوی ناظران تحریم‌های کره شمالی سازمان ملل تهیه و در اختیار 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.